محمد رضا شجریان، جشن هنر شیراز. زنده کردن سنت‌های فراموش شده در جشن‌های 2500 ساله. دهه 50 شمسی سال‌هایی بود که نسل جوان ایران موسیقی غربی را کشف می‌کرد و ساز و آواز ایرانی تنها تر می‌شد. در همین روزها محمد رضا شجریان کارش را به شکل حرفه‌ای آغاز کرده بود. اما آنچه صدای شجریان را بیشتر به گوش جوانها رساند، ظهور یک نوازنده و آهنگساز بزرگ بود. لطفی که اومد با شور و حالی که داشت و بعد کنار من با همدیگه شاگرد بورمندم بودیم، اون موسیقی ردیفی مونده از قدیم سنتی رو ما کاملا یاد گرفته بودیم، هم پیش بورمند، هم پیش استاد بورمند، هم پیش کسان دیگه ما یاد گرفته بودیم. و بعد شیوه کارمونی بود که یه میدار در ساز آواز به هم نزدیک بود، این بود که لطفی بهتر از هر کسی دیگه با من میتونست تو جواب آواز بیاد، هم از نظر حس و حال نوازندگی، هم از نظر دانش موسیقایی ردیفی. اینی که ما با هم دیگه خیلی خوب بودیم، هرچند که ما خیلی سنتی عمل نکردیم ولی با سنت اومدیم و یه مدار آزاد هم عمل میکردیم، اما گرایشی به سنتیمون هم خیلی زیاد بود. فصلی از زندگی و کار شجریان رو واقعا جدا کرد و همینطور لطفی رو که دوتا وقتی به هم پیوند میخورن، نه تنها که آثار خوبی رو از نظر تکنیکی اجرا میکنن بلکه بخش زیادی از جامعه رو با این نوع موسیقی آشتی میدن دوباره. شجریان بی نهایت با هم دوست بودن و همین واسه پیشرفت شد و گروه شیراز شکوفا شد. صدای زیبا آقای شجریان در جشنواره شیراز، جشنواره توس، کنسرت های اینجا، کنسرت باغ فردوس، دبیرستان رازی، کجا و کجا و کجا. You're
دلم به گونه گوهر دریای کوه تو در وادی یقین و گمان از تو بی خبر دوستی و همکاری شجریان و لطفی نتیجه مهم به همراه داشت. احیای آواز در موسیقی سنتی ایران. شجریان نشان داد که لذت بردن از آواز تنها به سلیقه و علاقه به صدای خواننده محدود نیست و تکنیک و روش ارائه هم میتواند آن را محبوب کند. کاری که با لطفی با هم دیگه داشتیم چون آواز واقعا اینها باعث بمونه که دو نفر با هم دیگه بل بدایا چیکار میتونن بکنن. این خیلی مهمه تو موسیقی ما که الان متاسفانه خیلی دیگه جوانا با اون سمت سو نمیرن، همش میرن سراغ تصیف خونی. من بارا به لطفی و شجریان گفتم که شما شانس داشتین که همزمان شدین، این آسون به دست نمیاد و تاثیر گذاشتن رو هم دیگه، به خان و نخان، بپذیرن یا نپذیرن رو هم تحصیل باشتن و عامل اصلی اون عواطفی بود که میان اینا برقرار شدیم. عشق دام شد و آتش به همه آلم زد، عشق دام شد و آتش به همه شجریان در دهه 50 با لطفی گره خورده بود، اما در دهه 60 و با خروج لطفی از ایران شجریان با نام بزرگ دیگری همراه شد. لطفی خیلی تابعی بود، تابعی که بر اساس روال ردیفی آهنگاش میساخت کار میکرد. پرویز مشکاتی هم هیچ تابع سنت نبود و ردیف سازی نبود که در کار آهنگسازیش مثل ردیف اون شکل جایی مختلف شروع میکرد و گاه آقاد میدید خیلی مدرن کار میکرد. مثلا پرویز اون هست شب یک شب دم کرده و خاک رنگ رخ باخته از کساخ خیلی مدرن بود اون موقع بود میساخت مشکاتیان شد. هست شب یک شب دم کرده و خاک پس از انقلاب 57 ایران، بسیاری از هنرمندان و آهنگسازان مشهور مجبور به ترک کشور شدند. اما شجریان در ایران ماند و به کمک مشکاتیان آثاری ماندگار ساخت. یکی از مهمترین ساخته‌های آن دوران آلبوم بیداد است. در دوران جنگ، شرایط سخت زندگی و فشار اقتصادی، بیداد یک فریاد بود. صدایی بود که از بسر آمدن مهربانی می گفت و سراغ شهریاران را می گرفت. یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد، یاران را چه شد،
یاریان در کس نمی‌بینی یاران را کشاد دوستی که آخر آمد دوستداران را کشاد. وقتی که من این چشاد را گفتم، اعتراض گفتم، یه دفعه همه دوزارشون افتاد که هیچ بعد چیز خونده، این خیلی گوشه قبای ما بر میخوره و این تو جرأت کردم چه سوالی بکنه و اینا. مسائل خیلی شدید پیش اومد. حتی من شنیدم که یکی از آیت الله نمیدونم حکم نمیدونم مصادره اموال داده بود از این بازی ها که ما شبانه هر چی نوار و دستگاه ضبط صدا هر چی داشتیم که از دست برد بیرون باشه بردیم از خونه بیرون. یه فرش و مبلم بیا بر ببر. ولی نوارام و من تو انقلاب سه دفعه جابجا کردم با چه گرفتاری. جان جهان دوش کجا بوده ای؟ می غلطم در دل نابوده ای؟ ساز و آواز، اگر یکی کوک نباشد دیگری هم از رمق می افتد. در نابترین آثار شجریان ساز با آواز یکی می شود، گره خورده با همو جدا نشدنی. پرویز و لطفی خیلی تو کار من بودن و نزدیک به هم دیگه بود. اینه که کاری که ما دیگه داشتیم خیلی فرق میکرد تا با دیگری. و خب ساز و آواز دو نفرم که نوع کار ما تو کار بداهه نوازی و بداهه خوانی دو نفر میخوام ما کار کنم، باز اول همدیگه رو دوست داشته باشن. اون لحظه همدیگه رو دوست داشته باشن و دلشون بخواد با هم دیگه کار بکنن. اگه یه کدورت باشه نمیشه پیش نمیاد، ساز دلمون کوک نمیشه با هم دیگه. این که باز در وهله اول ساز دل آدم برای یک بیان موسیقایی با هم دیگه کوک شد و خوب میشه، اما اگه کوک نشد نمیشه. تاریخ معاصر موسیقی ایران از هر طرف که برق بخورد به یک نام میرسد، حسین علیزاده، آهنگسازی که توجه شنونده را از بخش آوازی به ساز برد. علیزاده همراه شجریان شد و سالهای دهه 70 عرصه هنرنمایی این دو در موسیقی ایران. اون باز جور دیگه فکر میکرد. علیزاده خیلی فراتر از این حرفا میرفت، اونیسون کار نمیکرد، درسته که دو صدایی نمیزد اما تقسیم بندی میکرد سازها رو. بعضی یه دفعه یه جمله رو یه ساز میزد، یه جمله ساز دیگه میزد، بازی میکرد با سازها که خب طرفداران زیادی پیدا کرد. وقتی همایون شجریان، کیهان کلهر و حسین علیزاده در کنار محمد رضا شجریان نشستند، موسیقی اصیل بار دیگر در ایران جان گرفت و در جهان درخشید. این شاید 6-7 سالی که ما در کل دنیا گشتیم و در ایران و به خصوص امضای آخرش اون اتفاق زلزله بم بود که هم نما بابا هم رو اجرا کردیم، واقعاً به نظرم خیلی خوب ما یک یادگاری گذاشتیم که برای شروع و خاتمه کارامون خیلی خوب بود.
بازا که در هوایت خاموشی جنونه. بازا که در هوایت خاموشی جنونه. فریاد ها برنگی از سنگ کوه ساران، از سنگ کوه ساران. های 890 شمسی سالهای همکاری شجریان با گروه شهناز بود و مجید درخشانی. ما وقتی تو چاوش بودیم به عنوان نوازنده در گروه شیدا، خب همکاری اونجا داشتیم از همون قبل از انقلاب شروع شد. بعد از انقلاب که اون کنسرت چاوش 6 ایران ایسرا میدو اجرا میکردیم، من تو اون گروه منم بودم و اونجا نوازنده بودم. بعد سالهای گذشت و من که اومدم به آلمان و همین کارهایی که اونجا نوشته بودم، البته در آلمان که ایشون عرق میومدن ما ساز خونگی خیلی ضبط کردیم، یعنی همکاری اینجوری داشتیم، رسمی نبود. بعد که اثر در خیال رو ایشون پیشنهاد کردن و ایشون هم قبول کردن بخونن، همکاری یعنی مستقیما با من آهنگساز در کار اولیش همین در خیال بود. تقریبا فکر کنم 28 سال پیش ضبط شد و بعد از چند سال منتشر شد، در یه مقداری کار موند و اون همکاری اولم بود به عنوان مستقل. بعد از اونم یه سری آثار داده بودم که یه بخشش تقریبا 12-13 سال پیش ضبط شده بود، یه بخش هم مونده، یعنی یه بخشش با ارکستر بزرگ ضبط شده، مثل اون اصلا کلا مجموعه شعرهای نیما بود، میتراود مهتاب خانه و بس که اینا ضبط شده، یکی دو تا شماره شعران خونده منتشر نشده. بعد دیگه چند سال گذشت من اومدم ایران، همکاریمون در گروه آوا بود با اون کار قوقای اشبازان که منتشر شد و بعد به پیشنهاد استاد ما این گروه شهناز تشکیل دادیم. ای ساکن جان من، ای ساکن جان من، آخر تو کجا رفتی؟ آخر تو کجا در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی؟ در این سالها محمد رضا شجریان دیگر تنها یک خواننده سنتی نبود،
سازهای جدید ساخت، در موسیقی اصیل نوآوری کرد و به جوانها میدان داد. چون عهد دلم دیدی از عهد بگردی، چون مرغ به محمد رضا شجریان از نسل هنرمندانی است که بی تفاوت نیستند. نسلی که انقلاب کرد، جنگید، ظلم و دشمنی دید، اما در مقابل بی عدالتی سکوت نکرد. همیشه مثال زدنی بوده که موسیقی دانا هیچ کاری به مسائل اجتماعی نداره. همیشه گفته میشه. و این دوره رنسانسی که در موسیقی ایرانی پیش اومد با وجود مرکز افزایشی و رادیو، در واقع فقط این نبود که مثلا لطفی با استعداد بود، شجریان با استعداد بود، کی با استعداد بود. این استعدادها در یک شرایط و در یک نیاز اجتماعی کنار هم قرار گرفتن و اینها اومدن با یک جهانبینی هنر خودشون رو به استعداد عرضه کردن. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل. پیش از مشروطیت طرف مقابل شعر بزرگان بودن، پادشاهان، حکام، توانگران، مالداران، اینا بودن. موسیقی هم همینطور بود. از مشروطیت صاحب موسیقی عوض شد، شد جامعه. اینجاست که هنرمند تکلیفش با خودش باید روشن بکنه، در خدمت کی هست؟ حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت. این آدم آمد تو تلویزیون به مردم، آمد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. گفتم خب من صدای این خس خوشم.